بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هیچ وقتی به خاطر زندگیم، به خاطر اطرافیانم و به خاطر هیچ چیزی تشویش نمی کنم، چرا که خداوند بزرگ ما 70,000 مرتبه بیشتر از مادرم مرا دوست داره. پس نیازی نیست که ما به خاطر چیزهای پیش و پا افتاده زندگانی تشویش کنم، وقتی که اتر یک خدای بزرگ واره بالای سر خودم دارم. شما را خوش آمدید میگم به برنامه زیبای اسلام و زندگی. خوشحال هستم که یک بار دیگر در این برنامه حضور پیدا کردم در پرده های شیشه ای خانه های شما. مهمان ما، پیش ازی که ما بخوایم مهمان برنامه را برای شما به معرفی بگیرم و پیش ازی که بخوایم موضوعات برنامه را برای شما به معرفی بگیرم، شما را من به آیات چندی از قرآن کریم فرا میخوانم که لذت بخش زندگی ما مسلمان هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. الف لام را، این است آیات کتاب آسمانی و قرآن روشنگر. خوش آمدید میگم شما بیننده های عزیز به برنامه. امیدوار هستم که از آیات قرآن شریف دلهایتان روشن شده باشه. مهمان همیشگی برنامه ما استاد بزرگوار، استاد فضلی آماج، استاد دانشگاه. سلام بر شما استاد گرامی، خوش آمدیم به برنامه امروزی ما. استاد بزرگوار، پیش از اینکه بخوایم به بحث اصلی داخل شویم یا سوالات خود آغاز کنم، مثل همیشه میخوایم که شما یک ربطی بتین برنامه گذشته را با برنامه امروزی و چیزهایی را که هر چیزی که خودتان مناسب به حال میبینین یادآوری کنین. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من دعا بدعوته الی یوم الدین. با عرض سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. ما چنان که شما در جریانید بحث داشتیم روی هدف دومی قرآن کریم که تبیین کرامت انسانی و تثبیت حقوق بشر بود. و ایره گفتیم که قرآن کریم این میتونیم که این مطلب قرآن کریمه و این هدف قرآن کریمه در ذیل سه گزینه به عرض بگیریم، و یکی هم همو کرامت انسانی بود که او را به بحث گرفتیم، و دومی هم تثبیت حقوق بشر بود که جلوه های از این حقوق و بشر و یا حقوق انسان و صحبت کردیم و جلوه های از او باقی مانده که انشاءالله از همین جا در این برنامه آغاز میکنیم. سپاس از شما استاد بزرگوار. موضوعی که من میخوایم با شما در بین ما بحث کنیم این موضوع بینوایان است که قرآن کریم بالاخص بالای بینوایان یک اشاره کرده. ما میخوایم بفهمم از شما با همین آیات، با همین تخصصی صحبت کردنتان، که شما چه بیاناتی در قبال همین بینوایان دارین که خداوند جل جلاله در قرآن کریم چه چیزهایی درباره از این مورد و خصوصا وظیفه ما و یا دیگر افراد جامعه در قبال مردم مستضعف و بینوا چیست؟ بازم ما اول یک دنباله حقوق بشر نکات را عرض میکنم، میرم انشاءالله روی بحث شما. قرآن کریم گفتیم حقوق بشر، حقوق انسان و وجایب انسانی را در جلوه های مختلف گرامی میداره، و او را نه تنها به عنوان یک حق، بلکه در کناری که یک حق است یک وجیبه هم برای انسان هست. از جمله داشتن فرزند یک حق هست که قرآن کریم بسیار به صراحت میگه که والله جعل من انفسکم ازواجا و جعل من ازواجکم بنینا و حفظا. خداوند برای شما از جنس خودتان، این چقدر تعبیری فرخنده و بزرگ هست. باوری مییس با الله قسم که در کل قرآن هیچ آیتی نباشه برای گرامی داشته از زن، و هیچ آیتی دیگری وجود نداشته باشه که مقام و مقام او را تعبیر بکنه. همی تعبیری من انفسکم کفایت میکنه. من انفسکم ازواجن، دیگر همسرانتون برای شما بیگانه نیستن. این احساسی بیگانگی در میان شما
گپی بیرونی هست آمده من انفسکم ازواجا و جعل من ازواجکم و جعل لکم من ازواجکم بنینا و حفده و اینچنین برای شما با وسیله این همسرانتان چه زن باشه و چه مرد پسرانی را و نواسگانی را قرار داده است. داشتن حق کار، قرآن کریم در زمانی میای از حق کار برای انسان و از تساوی حق کار صحبت میکنه که انسان ها در بحبوحه از تبعیض انسانی زندگی میکنن. للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا. حق حریم شخصی، قرآن کریم حق حریم شخصی را از دیر بازی که در افغانستان هنوز چند تازه فکر میکنم دو ماه سه ماه شده که قانونی تصویب شده که باید تماس‌های شخصی افراد بس اون محفوظ باشه، اما قرآن از 1400 سال قبل یا بیشتر میگه لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. شما وارد خانه کسی بدون اجازه و بدون هماهنگی با خانواده داخل نشوید. حق مال و جان و مالکیت شخصی، حفظ ناموس و کرامت انسان ها، قرآن کریم لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. هیچ قومی، هیچ گروهی دیگری را به تمسخر و به استهزا نگیرن. شما حق ندارین کسی را غیبت بکنین، شما حق ندارین کسی را به القاب بد صدا بکنین. ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. شما یک دیگر به القاب زیشت فرا نخونین. حق عدالت و انصاف، حق دفاع از خود. قرآن کریم میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. یعنی میم سر پرسش شما، بینوایان چهره های متفاوتی را یا در شکل های متفاوتی این بینوایان ظاهر میشن، این قشر محروم جامعه. گاهی در شکل یک پدر و مادر مسن و سال خورده ظاهر میشه. قرآن کریم وقتی که من تعبیری را که از حقی و از گرامی داشتی پدر و مادر صحبت میکنه حیران میمانه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. پروردگار چنین دستور داد که بغیر از او هیچ کسی دیگری را عبادت نکنید. الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. با پدر و مادر نیکی بکنین، نهایت نیکی. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. اگر هر دویشان و یا یکیشان به بزرگی میرسن فلا تقل لهما اف، حتی در برابرشان اف نگو. ولا تنهرهما، شکنجهشان هم مدی، زجرشان هم مدی. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. زنده باشین استاد گرامی. بیننده های عزیز و گرامی، شما را بعد از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه اسلام و زندگی فرا میخوانم. خوش آمدید میگم به شما بیننده های عزیز به برنامه اسلام و زندگی. بسته تصویری آماده نشر است، شما را فرا میخوانم به بسته تصویری. میخوایم بسته تصویری را ببینین و دوباره به بحث برگردیم. بیننده های عزیز، همه قسمی که بالای رعایت حقوق بینوایان بحث داشتیم همراه استاد گرامی و یک آیه را استاد بزرگوار با ما در میان گذاشتن و تلاوت کردن، میخوایم استاد بزرگوار همو آیه را دوباره بخونین و به بحث ادامه بدین. صحبتی بود که قرآن کریم حقوق بینوایان در هر چهره‌ای که باشه گرامی می‌داره و یکی از این بینوایان و قشر تهی دست و محروم جامعه پدر و مادر سال خورده و مسن هست. قرآن کریم در دو تا آیت پیهم تعبیری شگفت و عجیبی از این حق دارد. میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
با اونها سخنی بزرگوارانه بگو، سخنی را که برای پدر و مادر بگویی، صفتی را که خداوند برای این سخن انتخاب کرده است کریم است، قولا کریما، سخنی بزرگوارانه، بزرگ منشانه. خب این کریم در نفس و صفتی از صفات الهی است. سخنی باید به پهنای چنین بزرگواری و عظمت و شکوهی باشه، سخنی خیلی، سخنی که بدل چنگ بزنه. و قل لهما قولا کریما، همین حد بس؟ نه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای رحمت بروی اینها بگشا. و قل رب ارحمهما، و ایرم بگو که پروردگارا اینها را بیامرز و مورد رحمت و مهرورزی خود قرار بده. کما ربیانی صغیرا، چنان که در خورد سالی مرا اینها پرورش دادن و بزرگ کردن. چرا انسان ها قابل تغییر و تحول هستند؟ این انسانی که دیروز کودک بود در آغوش پدر و مادر و چه رنج هایی را که پدر و مادر برای او نکشیدن، دیری نمی گذرد که فراموش می کند. اما قرآن با استفاده از چنین صحنه عاطفی و با تذکر چنین نعمتی دوباره این حق بینوا را برمی گرداند. گاهی قشر محروم و ناتوان و مستضعف جامعه در چهره یتیم ظاهر میشه. قرآن کریم ایرم گرامی میداره، فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم مورد سرزنش و نکوهش قرار مده. و حتی رسول اکرممون صلوات الله و سلامه علیه یتیم بودن، یتیمی که ناکرده قرآن درست کتبخانه چندین ملت بشست. لذا قرآن کریم این قشر محروم جامعه را خودش، مالش، جانشان مسئول می داره. گاهی قشر محروم جامعه در شکل بانوان ظاهر می شه. میبینیم که قرآن کریم حق بانوانه بس گرامی میداره، بس گرامی میداره و آنانی را که از مژده دادن به دختر چهره هایشان برافروخته میشه، اونها را مورد نکوهش قرار میده. آیتی در قرآن کریم هست که امو حالت و وضعیت انسان های جاهلی را که از مژده دادن دختر چهره هایشان از شدت خشم برافروخته میشه، تعبیر و تصویر عجیبی میکنه. آدمی سنگ دیل های مثل ما در درون میگرین از تعبیر خجسته این آیات، ولی انسان های نرم دلی شاید با شنیدن این آیات حتما عشق میرزانند. من این آیات اگر اجازه باشه یک میخوانم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. عجب. وإذا من نمیخوام این تعبیر بلند قرآنی را با برگردانی ورشکسته بشری و متعبیری فرخونتر بشکنم، اما چاره این نداره. و اذا بشر احدهم بالانثى، وانگهی که یکی از اینها مجده آمدن دختری را و جنس مؤنثی را داده شد، ظل وجهه مسودا و هو کظیم، از شدت خشم چهره ایش برافروخته میشه، سیاه میشه. یتوارا عن القوم من سوء ما بشر به، از مجده بدی که بدو داده شده است از قوم پنهان میشه. پیش خود چی میگه؟ دو حالت دارم، ایمسکه علا هون، با قبول اهانت این دختره نگاه بکنه، هم ید سوه فی التراب، یا او را زنده به گور بکنه. زنده باشه استاد گرامی. بحث خیلی جالب است و همیال با این آیات قرآن کریم
احساس فخر و تفخر به ما دست داد که ما شکر الحمدلله خداوند مرا دختر آفریده. و امیدوار هستم خانواده های گرامی وقتی که دختر خانهشان به دنیا می آیه از این نعمتی که خداوند برشان عطا می کنه سپاسگزار باشن، به عوض از این که مثل به گفته های استاد گرامی به عوض از این که چهرهشان برافروخته شود. شما را به وقفه کوتاه فرا می خوانم، اما بعد از او در این بحث جالب و زیبای استاد گرامی ما را یاری کنید. خوش آمدید میگم شما را به ادامه بحث. با استاد بزرگوار بالای عزیز صحبت میکردیم که دختر و یا جنس مؤنث چقدر مقام و منزلتش در پیش خداوند بالاست. استاد بزرگوار در این باره داشتین صحبت میکردیم و آیه بسیار بزرگوار را در این باره خواندین. ادامه بحث را از شما میشنوم. آیا ایره با قبول اهانت نگاه بکنه یا او را زنده و گور بکنه؟ زمانی که قرآن از این وضعیت ناهنجار و این وضعیت غیر انسانی و در منشانه تعبیر میکنه، بعد حکم الهی صادر میشه از جانبی که از جانب خالق مرد و زن. الا سا اما یحکم، بدترین داوری و قضاوتی که انسان ها در زندگیشان کردن همین قضاوت دوگانه در مورد جنس بشر است و تنها به یک اکتفا نمیکنه قرآن کریم. از آنانی که بشر را به جرم زن بودن کشتن، اهانت کردن، در روز واپسین بازپرس میشه. و اذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت، و انگهی که و اذا الموعوده سئلت، و انگهی که از دختری زنده به گور شده پرسیده میشه بی ای ذنب قتلت، با کدامین گناهی کشته شد. این زنی که در چنین وضعیتی بود، یک چیز میخوام تو خدمت بینندگان عرض بکنم که این چنین نبوده که زن در شبه جزیره عرب یک چنین وضعیتی را داشت و در جاهای دیگری فرشته آسمان بود. شما در تمامی مکاتب فکری آن زمان اگر مطالعه بکنین، در فلسفه یونان در آن زمان بحث سر این بود که آیا این زن هم انسان هست، در ذیل عنوان انسان ما بحث بکنیم یا نه. تفکرات دیگری بحث سر این داشت که آیا این زن هم میتونه کرامت داشته باشه. در جاهای دیگری و در فرهنگهای دیگری هم در بازارها به عنوان متاع مورد خرید و فروش قرار می گرفت و هیچ مرزی، هیچ فرهنگ برایش قائل نبود، متاعی بود و بس. در چنین یک وضعیت قرآن میه کرامت انسانی مرد و زن یکسان می داره، حق حیات برش می ده، حق انتخاب همسر برش می ده و ازدواجش با مردی ننگ نمیدانه، آر نمیدانه، بلکه او را آیتی از آیات الهی میداند. نوع نگاه مرد نسبت به همسرش عوض میکنه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه. زیاد جایی برای تفسیر این آیت نیست، ولی یک نکته خدمت بینندگان عرض بکنم. موده چیست؟ وقتی که محبت و عشق به اوجش میرسه، وقتی که محبت و عشق به اوجش میرسه، به بالندگیش میرسه، در قمه خود قرار میگیره، با او میگن مودت. تشکر میکنم استاد گرامی از حضور شما تا اینکه وقتتان دادین و در برنامه با ما یک جا بودین. امیدوار هستم شما از برنامه امروزی خوشتان آمده باشه و به برکت دختر و به فضایل دختر که در خانه کسی متولد میشه با آیاتی که استاد بزرگوار تلاوت نمودن خبردار شده باشین. شما را با یک حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله و آله و سلم به خدای یکتا میسپارم. امیدوار هستم زندگی خوش داشته باشین. خدایا را نگهدار.